چیز دیگه هم که باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که ما در مسیر رشد میکنیم. وقتی که تازه به مسیح ایمان میاریم مثل یه کودک هستیم که خب خیلی چیزها رو نمیدونه، خیلی سوال ها هم براش مطرح است. خب مشخصا کسی که تازه به مسیح ایمان آورده کتاب مقدس رو نخونده، خب هزار و یک سوال توی ذهنش هست و این سوال ها رو فعلا پاسخی از توی کتاب مقدس براش دریافت نکرده، چون همونجوری گفتم هنوز نخونده و از دنیای بیرون دارن ازش پرسش میکنن که آیا واقعا اینطور هست، آیا مسیحه؟ و این پرسش ها و این ایراد هایی که از بیرون و انتقاد هایی که از بیرون داره میبینه و هنوز هم کتاب مقدس رو مطالعه نکرده و هنوز هم در رابطه با خودش با خدا رشد نکرده و تجربه های روحانی رو هم نداشته، خب اینها باعث میشه که از اون اول با هر بادی به قول معروف بلرزه و هر پرسشی شک رو درش ایجاد بکنه و در نتیجه نگرانی و استراب رو درش به وجود بیاره. ولی هر چقدر که در مسیح رشد میکنیم، هر چقدر که کلام زنده رو میخونیم، هر چقدر در دعا مستمر هستیم، هر چقدر که با او در رابطه هستیم، این پرسش‌های ما هم کم کم و کم کم و کم کم پاسخ داده میشه و خدا ما رو در ایمان رشد میده. پولس رسول میگه زمانی که کودک بودم مثل کودک نگاه میکردم، مثل کودک رفتار میکردم، ولی وقتی که بزرگ شدم مثل یک مرد بالغ دارم عمل میکنم. در ایمان مسیح هم این سیر رشد و تکامل هم وجود داره. اگر تازه به مسیح ایمان آوردید پرسش ها هست، پرسش ها نوع و ماهیتش متفاوته، ولی وقتی که در مسیح هم رشد میکنی پرسش های گذشته و کودکانه از بین میره، ولی جاش خب به پرسش های دیگه میده که خب به هر حال با دانش اون از کتاب مقدس و با کمک از پیرانی که در کلیسا هستن و برادران و خواهران ارشد در کلیسا میتونیم کمک بگیریم و این پرسش ها رو براش پاسخی پیدا بکنه. ولی آخر صحبت اینه که اگر سوالی رو ذهنتون رو مشغول میکنه اون رو نندازید اون ور، زیر قالی نکنید، اون پرسش رو بیارید و در موردش صحبت بکنید. همونجوری گفتم مسلما شاید اون اوایل این پرسش رو در ذهنتون به وجود بیاد که آیا واقعا خدایی هست، ولی وقتی که رشد میکنی با خدا وارد ارتباط میشی، تجربه های روحانی رو میبینی، انسجام کتاب مقدس رو می‌بینی، الهامی بودن کلام زنده خدا برات آشکار میشه، دیگه سوال این پرسش که آیا خدایی هست دیگه برات اصلا مطرح نیست. پرسش ها نحوش شکلش و فرمش عوض میشه. اینجا من خواهم استفاده کنم از اون شهادتی که الان دادین. به قول شما وقتی ما بزرگ میشیم در ایمانمون، فکر نمی کنم دیگه سوال ما نسبت به خداوند باشه، سوال ما برمیگرده به خودمون بیشتر نسبت به خداوند. من فکر نمی کنم تو اون شرایطی که شما داشتین گریه میکردین یا به حضور خداوند دعا میکردین شک داشتین نسبت به خداوندی به قول معروف عیسی مسیح یا هر آنچه که باور داشتین، بلکه شکتون نسبت به اون چیزی بود که بین خودتون و خدای خودتون میگذشت. و این به نظر من یک پیشرفت خیلی بزرگه، یک تفاوت خیلی بزرگه. اول ما شکمون نسبت به خدای خودمونه، ولی بعد شک ما تبدیل میشه نسبت به خودمون و نفتارمون، اون عکس العملمون نسبت به خداوند، و این خیلی پیشرفت بزرگ یا تفاوت بزرگه بین این دوتا. و در پایان من دوست دارم اشاره کنم به کتابی که این اواخر بیرون اومد، باز برمیگرده به سیستم کلیسا. تا زمانی که مادر تریزا در خدمت خودش رشد میکرد و همه بهش نگاه میکردن و حتی امروز خیلی‌ها بر این تصور و باور هستن که مادر تریزا یک خادمی بود که همیشه در حضور خدا بود، همیشه خدمتش باعث جلال خدا بود، همیشه در شادی خدا بود. ادوین جان کتابشون رو هم دارید، تو دوربین میتونید نشون بدید برای عزیزان. میگه Come be my light، که بیا و نور من باش. و در واقع این کتابی رو که نوشتن، این کتاب تازه بیرون اومده، 4-5 سال بیرون اومده و این کتاب رو آوردن بیرون بعد از اینکه اون تصویر از مادر تریزا داده شده بود که ایشون خیلی عالیه، همه چیزش درسته. این کتاب اومد یک بُعد دیگه از زندگی مادر تریزا رو نشون داد که من خودم که میخوندم این صحبت‌هایشون رو شوکه شدم. که ایشون مثلا خیلی وقتا برمیگرده به خدا میگه که من در درون خودم خلأ عظیم، تاریکی عظیم احساس می‌کنم و چطوری که این خلأ در من وجود داره. ولی با وجود تمام این خلأها و با وجود تمام این شک‌هایی که بسیار زیاد در زندگی ایشون دیده میشه، جاهایی رو من میخوندم و ایشون صحبتهایی رو کردن که باز برای من از طرف دیگه شوکه کننده بود. ایشون مثلا تو یکی از جمله‌هاش برمیگرده میگه که مسیح، من میخوام تو رو طوری دوست داشته باشم که هیچ کس تا به امروز دوست نداشته. و من به شخص جرئت نمیکنم اینطوری صحبت بکنم، برای اینکه عشق اثبات میخواد. و چقدر واقعا مادر تریزا، من میگم همین دعایی که کرد ایشون رو در تجربه ها و در اون عشق عظیم خودش به خدا ثابت کرد. و در نهایت میبینیم که ایشون در سالهای آخر عمرش میگه که درسته که من این خلأها و این شک ها رو تجربه کردم، اما من به وجود تو و به خوبی و نیکویی تو ایمان دارم. و من فکر میکنم همونطور که شما گفتید،
ممکنه من انسان شک بکنم، ممکنه من به خاطر احساساتم، به خاطر محدود بودنم به دانشم مدام در شک باشم، اما این شک از جانب من نه از جانب خدا. اگه خدا مرا نجات داده و قادر مرا به حضور خودش ببره، من میتونم شک کنم، من اجازه دارم شک کنم، اجازه دارم سوال کنم، اما شک و سوالات من در کاری که خدا در زندگی من میکنه، در نیکویی که خدا در زندگی من داره، در نجاتی که خدا برای من فراهم کرده تاثیر نخواهد گذاشت. پس این شک و احساسات من مسائلی که در وجود منه، به قول شما عزیزان من میتونم با دعا کردن با خدا اونها رو از بین ببرم، با صحبت کردن با ایمانداران دیگه، شنیدن تجربه های اونها، مشورت گرفتن از راه حل هایی که اونها در باب اون شک داشتن ازشون بگیرم. پس راه حل متفاوت هست که من این شک رو از میان بردارم، ولی مهم اینه که همونطور که شما عزیزان گفتید، یک اون رو در میون بگذارم و دو بدونم که این احساسات شخصی منه و خدا در نیکویی خودش عوض نمیشه. آمین. یه چیزی در مورد مادر ترزا بگم، تجربه دو سه روز پیش منه، خب من در مورد خدمتم تو کلیسا خیلی در دعا بودم، یه سری مسائل پیش اومد و گفتم خدایا واقعا من باید اینجا باشم، آیا تو میخوای من این خدمت رو انجام بدم؟ و خیلی بالا مثل مادر ترزا راه پیش نه نه، ولی بعضی وقتا یه چیزای مشکلاتی میاد، احساس میکنی که اون خدمتت رو بی ارزش میکنه. و داشتم دنبال جملات خیلی اتفاقی جملات مادر ترزا رو میخوندم، حالا جمله دقیقو یادم نمیاد، ولی در مورد این صحبت میکرد که خیلی وقتا خدمت‌های ما با چیزهای خیلی کوچیک احساس میکنیم از بین میره، ولی باید ادامه ببینیم. و حس کردم خب مادر ترزا هم که به قول شما این همه وجهه مقدس و بزرگی در جامعه الان برای خودش گرفته، اون هم این حسو داشته که خدمتش یک جایی انگار بی ارزش شده یا از بین رفته یا بی ثمر بوده، ولی این باور رو داشته که باید ادامه بده. و یه جوری شاید بدجنسی باشه، ولی خوشحال بودم که مثلا مادر ترزا این حس رو داشت که من امروز دارم. من این کتاب رو شبا میخونم. من معمولا بایوگرافی و اینها زیاد علاقه بهش ندارم، ولی و این رو گذاشتم موقع این کتابای توی رخت خوابم هست، وقتی میخوام اینا رو میخونم. و همونطور که گفتی خیلی برام جالب بود، مخصوصا اینکه این نامه های خصوصی مادر ترزا به یک کشیشی هست که در طی سالهای متوالی اینو می‌نویسه، بعد آخر تصمیم می‌گیرم برای نامه‌های خصوصی مادر ترزا، حالا که نیست، بیارن چاپ بکنم و یک بود همون گفتی یک بودی دیگه از ایمان مادر ترزا رو معرفی کنم، که خیلی‌ها به قول خودش شوکه شدن و من بخشای از این رو ترجمه کرده بودم گذاشتم روی فیسبوک. می‌خوام یک قسمتش رو بخونم. گمان مبر که حالا به کشیش خودش میگه که زندگی روحانی من مملو از گل‌های روز است، گلی که به ندرت در سر راهم پیدا می‌کنم. برعکس مونس من تاریکی است، وقتی که شب بسیار تاریک می شود گویی که در حال رفتن به جهنم هستم، خودم رو به دستای گویی که ببخشید من درستم وقتی که شب بسیار تاریک می شود گویی که در حال رفتن به جهنم هستم، خودم رو به دستای عیسی می سپارم. اگر او بخواهد من به جهنم بروم حاضرم، اگر این کار او را خوشحال کند این کار را خواهم کرد. به فیض او بسیار نیاز دارم، قوت مسیح که تا به من یاری بخشد، تا به او اعتماد کنم، محبتی که با چشمان بسته من رو به سوی عیسی مسیح مصلوب رهنمود سازد. اما من خوشحالم، بیشتر از همیشه خوشحالم و به هیچ قیمتی حاضر نیستم از این رنجها بگذرم. اما گمان نبر که رنجها تنها چیزی است که تجربه میکنم، بیشتر از آن که رنج ببرم میخندم، تا حدی که برخی فکر میکنم من عروس لوس مسیح هستم، عروسی که با مسیح در ناصره به دور از جلجتا زندگی می کند. برای من دعا کن حقیقتاً به او عشق و نیاز دارم. برای من هم گفتی خیلی زیباست، شخصی که زندگی خودش رو از همون سالهای جوانی وقف خدمت مسیح کرده، وقتی میخونی که چطور خودش رو وقف میکنه و به هندوستان میره، به زیر نوشته نوشته مقدس قدیس کلکته، وقتی که میره اونجا خدا رو شروع کنه خدمت کرده و تصاویری رو که تمام رسانه ها از مادر ترزا به عنوان یک شخصی که در ایمان داره خدمت میکنه مردم مختلف رو میبینیم که در تنهایی و انزوای خودش در ایمان خودش هم چالش داره، ولی در عین حال این شک ها و نگرانی ها و تاریکی ها رو که داره تجربه میکنه یک چیزی رو میدونه که در آخر باید به دستای مسیح خودش رو بسپاره، باید از مسیح بخواد که به او قوت و اعتماد بده و فیض او رو تجربه کنه که بتونه از این مسیر سنگین بره. در حالی که داره تاریکی رو تجربه میکنه میگه اگر مسیح هم بخواد من به جهنم میرم، اگر این کار او رو خوشحال میکنه. یعنی چنین عشقی رو، عشقی هستش که میتونه چنین شک های سنگینی رو و گاهی اوقات واقعا به نظر میاد مرگبار برای ایمان ما، اونها رو بهش حاکم بشه و اونها رو مغلوب بکنه. توی که دیگه از صحبتاشون میگن که
خیلی جالبه یه سبکی دارن توی نامه هایی که می‌نویسن، برمیگردن به مسیح میگن که مسیح هر من مال تو هستم، هر کاری دلت میخواد با من بکنی، اگه میخوای من تو هندوستان بمونم، میخوای تو این سختی ها باشم، اگر تو میخوای من حاضرم بمونم. و خیلی جالبه ایشون من یاد چیز میندازه، غزل ها میگه محبوبم از آن من و من از آن محبوبم هستم. و چقدر واقعا این رابطه نزدیک با خدا هست. و برمیگرده میگه هرچه به تو نزدیکتر میشم از تو دورترم. و من فکر میکنم وقتی که ما داخل خدمت میشیم خیلی وقتا این احساس رو میکنیم، ولی مشکل اون جاییه که عزیزان دیگری که در خدمت هستن هیچ وقت اون خلأ درونی خودشون رو نشون نمیدن. پس من ایماندار وقتی این شک رو میکنم به خودم میگم ای وای، پس من متفاوتم، شاید من ایمان ندارم. اگر همه ما اون چالش ایمانی خودمون رو بیاریم بیرون، بگیم بله خدا نیکوه، من شک ها رو دارم، ولی هنوز به خوبی خدا دارم ادامه میدم، کما که همه ما هر سه ما حداقل داریم خدمتمون رو ادامه میدیم. البته تو پرانتز اون کسایی که توی خدمت هستن بیشتر دچار شک هستن و دوباره این چالش رو دارن که آیا من کارمو دارم درست انجام میدم. مسلماً و من فکر میکنم این در میون گذاشتن در جماعت ایمانداران به ما این اجازه رو میده که ما بتونیم با هم رشد بکنیم، تا اینکه مخفی کنیم و هیچ کس. مثلا چقدر کتاب مادر درزا باعث برکت بود. من حتی میخونم خیلی جالبه توی مقاله روانشناسان میان به لحاظ شخصیت مادر درزا رو بررسی میکنن که ایشون به لحاظ روانشناختی چه شخصیتی داشت و چقدر شخصیت محکم و قوی داشت. واقعا فکر نمیکنه شاید توی یک مثلا خانم مسنی با این سن و با این توی فرهنگ جدید یک همچین این ایمانی نسبت به خدا باشه، ولی خدا انتخاب میکنه، دست میگذاره. ما فقط باید با هم دیگه در واقع اون چالش های خودمون رو در میون بذاریم تا بتونیم با هم رشد بکنیم. درست. خب خدا رو شکر. پس دوست عزیزی که تو شک هستی نگران نباش، خدا من برای سوال های تو جواب داره، فقط کافی بازگو کنی برای کسی که امینه برای پاسخ دادن به تو دوست عزیز. و اما